سرخط خبرها، آمادگی هسته‌ای و نظامی کره شمالی در پاسخ به فعالیت‌های هسته‌ای کره جنوبی. نامه سناتوران آمریکایی به سازمان ملل بر سفر همه رهبران طالبان ممنوعیت وضع کنید. یک جوان در تخار به گونه مرموز کشته شد. مولوی یعقوب پاکستان را در زمین واخان بدخشان دفن کرد. به یک از دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. مشروعی خبرها، روی ترس گزارش شده است که کیم جونگ اون رهبر کره شمالی گفته است که کشورش آماده بسیج بازدارنده جنگ هسته‌ای و مقابله با هر گونه درگیری نظامی ایالات متحده است. او برای اولین بار از رئیس جمهور جدید کره جنوبی انتقاد کرد و هشدار داد که سول پایتخت کره جنوبی به سمت جنگ پیش می رود. با گزارش خبرگزاری رسمی که CNA، کیم جونگ اون این اظهارات را در جریان سخنرانی در مراسم به مناسبت 69مین سالگرد آتش بس جنگ کره بیان کرده است. او همچنان اضافه کرده است رویارویی با ایالات متحده از زمان جنگ 1950 الا 1953 تهدیدات هسته‌ای را به دنبال داشت که کره شمالی باید به یک وظیفه تاریخی فوری، یعنی تقویت دفاع شخصی خود دست یابد. او با اظهار آمادگی نظامی افزوده است نیروهای مسلح ما به طور کامل آماده پاسخگویی بر هر بحران هستند و بازدارندگی جنگ هسته‌ای کشور ما به طور کامل آماده می باشد تا قدرت مطلق خود را صادقانه، دقیق و سریع برای ماموریت خود بسیج کند. در همین حال کره شمالی میگوید که واشنگتن با اقدامهای خصمانه خطرناک و غیر قانونی با کره جنوبی علیه کره شمالی ادامه میدهد. این سخنرانی پس از آن انجام شد که یونگ سینگ یون رئیس جمهور کره جنوبی و واشنگتن از آماده سازی برای انجام اولین آزمایش هسته‌ای پس از 2017 خبر دادند. نامه سناتوران آمریکایی به سازمان ملل بر همه رهبران طالبان ممنوعیت وضع کنید. شماری از سناتوران آمریکایی از سازمان ملل میخواهند با اتخاذ اقدامات هدفمند علیه طالبان این گروه را در قبال نقض حقوق زنان و دختران پاسخگو سازد. آنان خواستار وضع ممنوعیت بر سفرهای بین المللی تمام رهبران طالبان شده است و از سازمان ملل میخواهند کرسی افغانستان را به طالبان ندهد. کمیته روابط خارجی سنای امریکا میگوید که سناتور باب منندز، سناتور جیم ریچ رئیس این کمیته، سناتور جن شاهین و جانی ارنست با ارسال نامه به آنتونیو گودریش دبیرکل سازمان ملل از او خواستند تا با وارد کردن فشار بر این گروه را در قبال نقض حقوق بشری زنان و دختران افغانستان پاسخگو سازد. یک جوان در تخار به گونه مرموز کشته شد. منابع محلی در ولایت تخار با موج میگویند که یک جوان به نام سعید که آب میوه فروش بود شب گذشته به گونه مرموز در خانهش در مربوطات شهر طالقان مرکز این ولایت کشته شده است. تا کنون انگیزه این رویداد مشخص نشده است. مقام های گروه طالبان در تخار نیز تا کنون در مورد چیزی نگفتند. خبرهای از واخان بدخشان. طالبان بدخشانی به امر وزیر دفاع. سنگ خط تهداب پاکستان میان تاجیکستان و چین را در واخان شکستاندند. طلوع نیوز گفت به توافق رسیدن اما کارها برعکس شده است. گزارش های مهم و دلچسب از جهان. کارشناسان خروج روسیه از ایستگاه فضایی بین المللی را ضربه به بشریت خواندند. کارشناسان نظامی چین در مصاحبه با روزنامه گلوبال تایمز گفتند که خروج روسیه از ایستگاه فضایی بین المللی ضربه بزرگی به بشریت و اهداف آن در اکتشاف فضایی مشترک خواهد بود. با گزارش اسپوتنیک به گفته کارشناسان تنها اقدامات غیر مسئولانه آمریکا را میتوان مقصر این امر دانست. یک کارشناس نظامی به شرط فاش نشدن نامش به این روزنامه گفت پیشرفت وقایع نشان می‌دهد که روسیه متوجه شده است که از تحریم‌ها و تأخیرهایی که از سوی ایالات متحده دریافت کرده است، از جمله تحریم‌هایی که قبل از عملیات نظامی در اوکراین دریافت کردند، به اندازه کافی تحمل کرده است. بنابراین مسکو دیگر خواهان هیچ گونه تعامل با واشنگتن نیست. این تحلیلگر اضافه کرد که اگر روسیه از ایستگاه فضایی بین‌المللی خارج شود، این یک ضربه بزرگ به بشریت
و اهدافش در زمینه اکتشافات فضایی مشترک خواهد بود. وی در این حال افزود که دلیل این عمل دستکاری های سیاسی و اقدامات غیر مسئولانه امریکا خواهد بود. با این حال سونگ جونگ پینگ، کارشناس نظامی چینی و مفسر تلویزیونی با گلوبال تایمز گفت که ایالات متحده می تواند بدون روسیه ازگاه فضایی بین المللی را حفظ کند، اما هزینه بسیار بیشتر برای آنها خواهد داشت. وای افزود نیاز به سرمایه گذاری های جدید برای تحقیقات و توسعه تکنولوژی هایی است که جایگزین روسیه خواهد شد. این را می توان به عنوان ضربه از سوی روسیه در پاسخ به تحریم های امریکا تلقی کرد. روز سه شنبه یوری بوروسوف، رئیس جدید سازمان فضایی روسیه که اخیراً جایگزین دیمیتری روزگوین شده است، برای جمهور ولادیمیر پوتین گزارش داد که تصمیم برای خروج روسیه از پروژه ازگاه فضای بین المللی پس از سال 2014 میلادی گرفته شده است. ناسا که همراه شرکای اروپایی قصد دارد تا سال 2030 از ازگاه فضای بین المللی استفاده کند، هنوز در مورد برنامه های مسکو برای خروج از پروژه ازگاه فضای بین المللی در سال 2024 اظهار نظر نکرده و گفته است که ادلاعی رسمی از روسیه دریافت نکرده است. رسانه مصر قراردادهای خرید گندم از اوکراین را فسخ کرد. رویترز به نقل از منابع گزارش داد که مصر قراردادهای خرید 240 هزار تن گندم از اوکراین را که در دسامبر سال 2021 بسته شده بود فسخ کرد. اداره کل تامین کالاهای مصر شرکت‌های تامین کننده نیبولون و انورکون را از تعهدات قراردادی خود معاف کرد. به گفته رویترز، مقامات مصری در ماه دسامبر سال گذشته میلادی غلات را به قیمت 346 تا 360 دلار در ازای هر تن خریداری کردند، اما با توجه به وضعیت اوکراین محموله رزرو شده هرگز تحویل داده نشد. در 22 جولای در استانبول اسناد مبنی بر رفع محدودیت‌های ارزی محصولات روسیه برای صادرات و کمک روسیه در صادرات غلات اوکراینی امضا شد. این قرارداد که توسط روسیه، ترکیه، اوکراین و سازمان ملل منعقد شد، شامل صادرات غلات، مواد غذایی از طریق دریای سیاه از بندر، از جمله بندر اودسا است. همان طور که دیمیتری پسکوف، سخنگوی کاخ کرملین، پیشتر گفته بود، مسکو آماده است تمام تلاش خود را برای تامین ورود غلات اوکراین به بازارهای جهانی انجام دهد. با گفته سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، امضای اسناد در استانبول در مورد رفع محدودیت‌های ارزی محصولات روسیه برای صادرات و کمک روسیه در صادرات غلات اوکراین بر ماهیت مصنوعی تلاش‌های غرب برای انداختن تقصیر مشکلات غذایی بر عهده روسیه تاکید می‌کند. از اینکه تا این دم با ما بوده جان سپاس. برای ویدیوهای بیشتر و تازه‌ترین خبرها کانال ما را سابسکرایب، ویدیومان را لایک و با دوستانتان به اشتراک بگذارید. تا ویدیوهای بعد شما را به خداوند یگانه می سپارم. شب و روزتان خوش. الله یار و مددگار همه ایتان.